بینندگان عزیز، همونطوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم، چند روز پیش دومین جلسه عمومی مجازی پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان برای استقرار و استمرار دموکراسی در ایران در پالتاک برگزار شد و در این جلسه هم دو تن از دوستان به توضیح برخی دیگر از اصول منشور این پیمان پرداختن. جلسه بحث گفتگویی بود. در این جلسه آقای دکتر علی صدارت، دوست عزیز ما، در رابطه با مسئله استقلال به عنوان یکی از اصول منشور پیمان برای شرکت کنندگان توضیح دادن و بحث و گفتگو پرداختن. از این نظر ما امروز باز هم در خدمت آقای دکتر علی صدارت هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردیم. با سلام به شما و با درود به هموطنان همزبانان گرامی و همچنین با تجدید همدلی با زندانیان سیاسی در خدمتتون هستم. آقای دکتر، در جلسات گذشته که در خدمتتون بودیم، بحث در مورد اصول و مفاهیم مردم سالاری رو به عنوان مقدمه من با چند تا سوال از شما شروع کردم. یه سوال اول این بود که اصلا مفهوم سیاست و فعالیت سیاسی چیست و شما پاسخ به این پرسش از جمله مفهوم رو بس دادیم که عمل سیاسی به معنای حی و حاضر بودن هر فرد و هسته و موندن در عرصه تعیین سرنوشت خود و اعمال حق حاکمیت. سوال دوم این بود که خب اگر این کار رو نکنیم چی میشه و اگر ما و همه ما تک تک این کار رو نکنیم خلایی ایجاد میشه. شما توضیح دادید که اون خلا رو قدرت‌های خارجی و داخلی پر خواهند کرد و پر کردن و طبیعتاً معلوم است که میدانیم که چه بر سر ما خواهد آمد، همونطور که امروز شاهد. و بالاخره آخرین سوالی که طرح کرده بودم این بود که چه کسی یا چه کسانی باید در سیاست دخالت کنند و پاسخ شما این بود که توضیح شما این بود که همه افراد و هسته ها و جمهور شهروندان هم که باید در اعمال حق حاکمیت خودشو فعالانه بکوشن. و اما امروز در بحث امروز ما سالاری به عنوان یکی از اصول مردم سالاری که در منشور پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان هم هست، یکی از اصول بسیار مهم میشه و شما این هفته در این جلسه پالتاکتون در این زمینه صحبت کردین، خواهش کنم که با هم صحبت بکنیم. حتی هم میدونم که احتمال زیاد این در 20 دقیقه برای مطلب کافی نخواهد بود. کاملا درسته و بسیار بحث مهمی است. این در این جلسه همونطور که فرمودید اصلا باید ببینیم که استقلال چیه، مفهوم استقلال چیه و اگر که شخصی یا ملتی مستقل باشه یا نباشه چه تبعاتی داره و چه عرض کنم که اتفاقاتی میفته. در مورد این که استقلال چی هست، تعریفی که به شیوع آدم میشنوه این هستش که به مفهوم تمامیت ارضیه. خب اینم یک تعریفی است، تعریف بسیار مهم و محترمی هست و بدون شک برای ایران و ایرانی مسئله تمامیت ارضی یکی از ارزش‌های والایی بوده در تاریخ معاصر، به خصوص و همینجور در ابتدای انقلاب دیدیم که با هجوم ارتش خارجی به مملکتمون چطور دفاع از تمامیت ارضی مملکت باعث شد از یک ارتش کاملا فرو پاشیده از همدیگه اون حماسه آفرینی هایی رو که در مورد ما خارجی ها گفتن در مورد ارتش ما آفریده بشه. عرض کنم که حالا البته یه موقعی هستش که آدم سعی میکنه که مفاهیم و تعاریف رو محدود بکنه به یک حوزه، مثلا در حوزه جغرافیا که بگیم که نخیر فقط مربوط به این میشه که عرض شود که تمامیت ارضی داشته باشیم یا مرزمون در اینجا قرار داره و یا در جای دیگه، یا اینکه نه بگیم که نه این مربوط به یک حیطه اقتصادی و حقوقی است و این مسئله استقلال دیگه مفهومی پیدا نمی‌کنه در یک حوزه سیاسی و عرض کنم که اقتصادی، به خاطر اینکه مسئله جهانی شدن هستش در قرن 21 و با گلوبالیزیشن این مسئله استقلال دیگه دموده شده و مربوط به قرن گذشته است و دیگه واپسگرایی هستش به قول من. یه موقع هم هستش که نه میگیم که
مسئله استقلال و مفهوم استقلال و از اون فراتر مسئله مردم سالاری و حقوقمندی فقط مربوط به یک کشوره، فقط مربوط به یک ملت هستش. و یا اینکه برعکس، میپذیریم این مهم رو، میپذیریم که خیر، یک ملتی رو نمیشه به زور مردم سالار کرد. دموکراسی رو همونجور که در شرق و غرب کشورمون دیدیم به زور نمیشه وارد یک کشور کرد، و همونجور که در دهه‌های قبل از انقلاب دیدیم به زور با حتی با زور داخلی، با قدرت داخلی هم نمیشه به اصطلاح دموکراسی رو در یک کشوری تزریق کرد. در نتیجه برمیگرده به این که مفهوم استقلال رو و این مفاهیم به طور کلی مردم سالاری رو چجور بشه بسط داد، چجور بشه از این محدوده‌ای که براش ساخته میشه بیرون آورد و در جهت باز شدن و گشودن افق‌های مردم سالاری و حقوقمندی در تمدن قرن 21 از این مفاهیم استفاده کرد. و میبینیم که روشنفکرانی که در این جهت کوشیدن، در جهت باز شدن و باز کردن مفاهیم مردم سالاری از جمله استقلال کوشیدن، چه نقش مهمی داشتن در استقلال و آزادی مملکتمون. عرض کنم که این چیزی رو که در مورد افراد عرض کردم، همونجور که در گذشتم با هم دیگه در مورد هسته‌ها صحبت کردیم، به طور خودکار و اوتوماتیک صدق پیدا میکنه در مورد هسته و هسته‌ها و یک جامعه رو، یک جامعه شهروندان رو مجموعه ای از هسته ها می سازه و یک ملت رو هستش که مجموعه ای از هسته ها می سازه. در نتیجه اگر که بخوایم یک ملت حقوقمند، یک ملت مردم سالار، یک کشور دموکراتیک داشته باشیم، بایستی که اصول مردم سالاری از جمله استقلال رو در خودمون شروع بکنیم و تمرین بکنیم. در مقیاس یک فرد و همچنین در یک مقیاس یک جامعه، یک گروه و به ابعاد بزرگتر در یک ابعاد یک ملت، در مقیاس یک ملت بایستی که ببینیم که آیا مشروعیت و توانایی از خود آدم شروع میشه یا از دیگری و دیگران میاد، از خارج میاد. و این واقعا برمیگرده به این که اصالت قدرت در اون شخص و در اون جامعه و باور به این اصالت به چه میزان باشه که به خود، به انگیزشی که در درون خود، انگیزه‌ای که در درون خود هست باور داشته باشه و ایمان داشته باشه، یا اینکه نه مرتب چشمش و دستش به سوی این و اون باشه و از این و اون بخواد کمک بگیره. و در مقطع عملی خود انگیختگی یک معنای بسیار زیبایی میشه برای استقلال. خب این خود انگیختگی رو دوباره در سطح یک فرد و دوباره در سطح هسته ها و همچنین در ابعاد و مقیاس بزرگتر در سطح جامعه و مملکت و ملت میشه بهش فکر کرد و این تبعات خاص خودش داره که میتونیم در عرض کنم که اتفاقاتی که دورورمون میفته این رو در موردش بیاندیشیم و نگاه بکنیم و ببینیم که وجود یا عدم وجود استقلال و بقیه به اصطلاح اصول مردم سالاری، آزادی و غیره چقدر مهم هستش. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، این اصول تقدم و تأخر ندارن. حقوق بشر رو، حقوق ذاتی بشر رو نمیشه از هم منفک دونست و از هم دیگه جدا کرد. آزادی و استقلال به صورت موازی در گرفتن تصمیم و در گرفتن نوع تصمیم دخیل هستند و نمیشه یکی رو بر دیگری رجحان داد و پس و پیششون کرد به نظر من. و در یک به اصطلاح موقعیت ایدئال و الگو شاید که به سوی اون الگو میشه حرکت کرد، در موازنه‌ای که کاملا به سمت عدمی میل میکنه، استقلال مفهوم پیدا میکنه در سطح فردی، در پندار، گفتار و کردار یک فرد و باز دوباره به ابعاد بزرگتر در اون جامعه که متشکل از هسته هاست. عرض کنم که در حوادثی که در نگرش در حوادثی که در این دوران اتفاق میفته در منطقه به نظر من بسیار عبرت آموز هستش. ببخشید که قطع میکنم و پیش از این که شما ادامه بدید،
خواستم به یه نکته اشاره کنم و به نظر من میاد که برخلاف اون که برخی طرفداران اصل استقلال رو مسئله استقلال رو متهم به این میکنن که در دوران گذشته باقی موندن و استقلال رو فقط از بعد سیاسی یا بعد تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور بهش نگاه میکنن، شما با این تعریفی که امروز دادین، صحبتی که امروز کردین، از استقلال مفهوم بسیار گسترده تری رو مطرح میکنین به نظر من به درستی، که از جنبه فردی یعنی از یک انسان شروع میشه تا یک جامعه اونو میپوشونه و در اون تعریف یک تعریف بنیادی ارائه میدین، درسته؟ کاملا همینطور. این خیلی هم ساده است. یک ملت رو، یک جامعه رو، یک تشکیلات رو افراد هستن که تشکیل میدن، میسازن. در نتیجه اون ملت که ساخته شده از تک تک اون افراد هستش، اگه تک تک اون افراد به اصالت قدرت و به عدم توانایی خودشون باور داشته باشن، دیگه استقلال مفهومی پیدا نمی کنه. و درست برعکسش، اگر که هر شخصی در اون جامعه، هر شخصی در اون کشور، در اون مملکت، اگر که به خود انگیختگی خودش باور داشته باشه و این استعداد خود انگیختگی و ابتکار رو و خلاقیت رو یه بند درش تمرین بکنه و به کار ببره، اون جامعه به تبع اون، با توجه به اینکه از آحاد هر مملکت، از آحاد مردم تشکیل میشه، جامعه‌ای میشه مستقل و آزاده. با این مقدمه میشه بر بگردیم به اتفاقاتی که در این دوران داره میفته و اصول مردم سالاری رو همطور که قبلا هم عرض کردم به صورت یک محک میشه راجبش فکر کرد و بهش نگریست و اتفاقاتی که دور و برمون میفته رو در ایران و در دنیا بررسی کرد. ولی چون مبحث امروز ما استقلال هستش، از منظر استقلال به این حوادث نگاه میکنیم. برمیگردیم به سوریه. سوریه در ابتدا مردان و زنان در سوریه در یک جنبش خودجوش و خودانگیخته به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند به خودکامگی و سرکوبی که آقای اسد و رژیم اون در اونها تحمیل می‌کرد. متأسفانه به علت عدم باور کافی، کمبها دادن به اصل اصیل استقلال بود که بعضی از گروه ها دست تمنا و گدایی رو متاسفانه به قدرت های خارجی دراز کردن و بعضی از گروه ها به خودشون باور نداشتن به اندازه کافی که بتونن خودشون تعیین سرنوشت خودشون رو انجام بدن. به محض اینکه قدرت خارجی وارد این ماجرا شد، خشونت، پول خارجی، اسلحه خارجی وارد این جنبش شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ بلا فاصله نیمی از این شهروندان، نیمی از مردم سوریه، یعنی زنان، خارج شدن از این به اصطلاح فعالیت‌های خشونت‌آمیز. تازه در اون نیمه دیگه که مردان هستن هم به علت عدم باور به خشونت و خشونت پروری و حرکت‌های خشونت‌آمیز، قسمت زیادی از مردان سوریه هم خودشون رو کشتن کنار و متاسفانه به انفعال کشته شدن. پس کی موند؟ یه عده خاصی فقط موندن که متاسفانه میبینیم همون کارهایی رو که مشابه همون کارهایی که رژیم آقای اسد میکنه رو در اعدامهای خیابونی و غیره توسط این گروه ها میبینیم. در نتیجه خشونت همینجور دامنش وسیع تر به علت، دوباره میگم، به علت عدم باور به استقلال، عدم بها دادن کافی به استقلال، خشونت دامنش زیادتر و زیادتر شده تا اینکه به اون روز، به امروز رسیده که یک جنگ داخلی واقعی است و میگن که در حدود 50,000 نفر تا حالا کشته شدن. این واقعا به زبان شاید ساده میاد که 50,000 نفر کشته شدن، ولی توجه داشته باشیم که این واقعا چه فاجعه است که در مطبوعات متاسفانه به سادگی راجبش صحبت میشه. عرض کنم که این همین، باز برگردیم به مقیاس فردی و به مقیاس عمومی، در خرداد 88 هم در واقع همین جوری شد. عدم استقلال فکری، عدم استقلال رأی و عقیده
یک ایده‌ای که توسط قدرت‌های خارجی و رسانه‌های آنها مثل بی بی سی و عرض کنم که صدای امریکا و توسط قدرت‌های داخلی در مقام رسانه‌ای از یه طرف و از یه طرف دیگه سران به قول اونا فتنه قرار گرفتن، بیان جنبش خلاصه شد در رأی منکوب و بعد در اجرای بدون تنازل قانون اساسی. به علت عدم استقلال فکری، به علت عدم استقلال در رأی و عقیده بود که متاسفانه این به گفتمان غالب تبدیل شد و رژیم خیالش راحت شد که اینا میخوان یک مهره رو با یک مهره دیگه عوض کنن. دنبال رأیشون هستن این مردم که منن تو خیابون، نه دنبال حقشون. در نتیجه جرأت پیدا کرد که سرکوب بکنه، جرأت پیدا کرد که دست آقای مرتضوی و آقای عرض کنم که رادان رو در کهریزک باز بذاره و اون شد که شد. در نتیجه مسئله استقلال در سطح فردی، در سطح هسته ها و در سطح جامعه تبعات بسیار مهمی رو میتونه داشته باشه. در عمل یک چیز انتزاعی و تئوریک نیستش که در کتاب ها راجبش بگیم که مثلا یه تعریف حقوقیش چطور هست، تعریف سیاسیش چطور هست، تعریف اقتصادیش اصلا بیمورد هست در قرن 21 به علت جهانی شدن و گلوبالیزیشن و به این ترتیب نباید راجبش صحبت کرد. حالا راجب این قرن راجبش صحبت میشه، میتونیم به قرن گذشته بپردازیم. قرنی که مصدق یکی از سمبول‌های آزادی و آزادگی و استقلال بود در مملکت ما. به چه دلیل مصدق شد؟ به چه دلیل به صورت یک اسطوره ملی راجبش صحبت میشه؟ به خاطر ورود مصدق در یا عدم ورود مصدق در توازن قوا، چیزی که به عنوان موازنه منفی ازش ذکر میکرد. و از اونم بریم فراتر، چیزی که مدرس به عنوان موازنه عدمی ازش به اصطلاح ذکر میکرد. من شاید موازنه عدمی رو بهش بیشتر ترجیح بدم، به خاطر اینکه حتی میبینم که بعضی از به اصطلاح فعالین سیاسی هم موازنه منفی رو، چون اسم منفی بهش به اصطلاح وصل هست، اونطور که باید و شاید شاید نتونن بیان بکنن، ولی موازنه عدمی معنیش این هستش که در توازن قوا شرکت نکردن. یعنی به عنوان یک مملکت، به عنوان یک ملت، حتی به عنوان یک فرد، نه مسلط بودن و نه سلطه پذیر بودن. یعنی شما نه بپذیرید که کسی بر شما مسلط باشه و نه بپذیرید که شما بر کسی مسلط باشید. به عنوان یک ملت نه بپذیرید که شما بر ملتی مسلط باشید و به همون ترتیب نپذیرید که ملتی و کشوری بر کشور شما مسلط بشود. در سطح تشکیلات سیاسی هم همینجور، وقتی که یک ائتلافی، یک عرض کنم که همبستگی پیش میاد، بپذیرید که شما هژمونی داشته باشید یا بپذیرید که شما بر شما هژمونی داشته باشد. در نتیجه ببینید این اصل استقلال رو وقتی که میبریم فراتر از یک تعریف خشک و خالی تمامیت ارضی که مرز ما مثلا یک نیم متر اینورتر باشه یا نباشه، یا عرض کنم که مسئله اقتصادی فقط که آیا گلوبالیزیشن هست یا نیست، این یه مفهوم عملی کاملا مهم و بالینی پیدا میکنه. همینجا باید حتما توضیح بدم برای این که اهمیت خاصی داره. این مفهوم استقلال و خودانگیختگی به معنی این نیست، عدم تسلط و عدم سلطه پذیری به معنی این نیست که دور ایران یک دیوار چین بپذیریم. درست برعکس، وقتی که به استقلال به صورت موازنه عدمی، از دید موازنه عدمی و به صورت عدم سلطه پذیری و عدم سلطه‌گری بهش نگاه بکنیم، هر دیواری برداشته میشه. دیگه شما تصور بکنید که در یک رابطه دو نفر زور و کشمکش وجود نداره. دیگه اون دیوارها و اون سانسورها و اون برخوردها کاملا از بین میره. دوستی و عشق و محبت و تبادل نیروها و توانها هستش که به وجود میاد. خب اینو باز ببرید در ابعاد بزرگتر، در سطح یک جامعه، در سطح یک تشکیلات هم همینجور.
متاسفانه میبینیم که به تشکیلات، در مورد تشکیلات مردم ایران یک دید منفی دارن به خاطر این عدم استقلال، به باور به استقلال به این ترتیبی که من توضیح دادم و هژمونی خواهی و هژمونی پذیری و در خط مملکت هم به همین ترتیب. و همون جور که در پیمان هم شما خودتونم در تشکیل شرکت داشتید میبینیم که یکی از مسائل مهم، یکی از اصول مهم این پیمان همبستگی مسئله استقلال هست و همینجور در فراخانی که توسط مجامع اسلامی ایرانیان آمد بیرون اونم از اصول اصیلی که در بارش به اصطلاح صحبت شده مسئله استقلال هست که به این ترتیبی که من خدمتون عرض کردم میشه به عنوان یک مقدمه راجبش صحبت کنم. نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم آقای عبدالله. آیتو متاسفانه وقت ما به پایان رسید. همونطوری که ابتدای جلسه هم اشاره کردم این بحث اینقدر مهم است که با 10-20 دقیقه نمیشه بهش پرداخت. امیدوارم که بازم در خدمت شما بتونیم به این گفتگو ادامه بدیم و از جنبه های دیگه این مسئله رو، این مسئله بسیار مهم رو باز بشکافیم. و خیلی سپاسگزارم که از وقتی که به ما دادین و اوقات به شما خوش. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید با امید استقلال و آزادی مملکت ما.